سوال کردن که موسیقی ما در بداهه زنده است. البته از نقل قول از شما که موسیقی ما در بداهه زنده است و بهترین آثار ما به صورت ضبط‌های خانگی به جا مانده. سوالی که فرمودن این است که در زمان حاضر این امر به چه صورتی اتفاق می‌افتد؟ در جایی که کسانی که توانایی ایجاد این آثار را در اجرای بداهه و خصوصی دارند از هم دورند. این یک سوالشون بوده. سوال بعدی هم اینه که آیا جای این بداهه نوازی با کسانی که در کنار شما توان اجرای بداهه نوازی دارند خالی نیست؟ در این مورد هم آیا این کار امکان پذیر هست یا نیست؟ ببینید من عقیده دارم که ضرورت پشت هر چیزی هست. اگر ضرورتش باشه نیازش وجود میاد و این آدم ها به هم دیگه قرار میگیرن. و یعنی یکی نمیتونه بره مثلا فلی یکی دیگه مثلا به عنوانه مثلا چند بیزنس نمیدونم فلان اینا چون اونه را خود این چیزها نیست. اینه که الان فعلا در حال حاضر شاید توی این چند سالی که من اومدم ضرورتش خیلی کم احساس شده. ولی الان که من الان که با شما صحبت میکنم احساس میکنم که مجددن دوستان ما احساس میکنن که ضرورت همکاری مجدد باید فراهم بشه و این خیلی نقطه امید خوبیه. من خوشحالم از این بابت و امیدوارم که در واقع افراد دیگه دوستایمون در سابق بودن دوستای جدید که به این درجه رسیدن اینا با هم دیگه همدیگه ببینن ملاقات کنن که زمینه های کار مشترک مجددن به وجود بیاد و ما با هیچ کدوم با هم دیگه نه دشمنی داریم نه تختهی بکنیم همدیگه رو. خب من این بحث سابقه طولانی داریم من همه دوستان ما زحمت کشتن برای این سوری که سرده خیلی سنگی و سر منصفانه هم نیست که یه موقعیت اگه من یه دو تا خطا هم در یکی ببینم بگم کل اون آدم رو اون رو من دو در واقع بذارم کنار و جلوش خطایی کنم و از ابزاری استفاده کنم میام. بعض وقت اگه این اتفاقات توی من رو کرد میافته در واقع فقط یه مقداری فروش روزنامه است در خیلی مرده. ما یه دعوای کوچیکی با هم داشته باشیم حداقل بین 30 تا 50,000 تا یه روزنامه فروشش میگه. بعد خب بزنیم تو ماشین حساب ببینیم میشه چند اینه که ما خودمون با هم مشکل نداریم. از خدمت از دوستان داخل سالن کسی